خوش آمدید به بخش حافظانه خوشبخت امروز و دعوت میکنم از رفیق عزیزم دکتر امیر حسین دباغ بزرگوار که خدمتشون باشیم. بفرمین آقای دکتر. سلام، درود بر شما، روز خوش. خیلی خوش آمدید. عرض سلام خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر مرتضوی عزیز، سید بزرگوار، و عرض ادب و سلام خدمت شما بیننده های عزیز برنامه خوشبخت. خیلی خوش آمدید به بخش حافظانه. سلامت باشید دکتر جان، خیلی خوشحالم ببینمتون. برای همه ما داشتن رفقای خوب عالیه. ممنونم که رفیق شفیق خوشبخت هستید و همیشه خوش انرژی و با تفکر مثبت در کنار ما قرار میگیرید و نکات جذابی رو مرور میکنیم از آیات قرآن. سپاسگزارم. برای بنده هم واقعا قلبا باعث افتخار هست. سلامت باشید. باعث افتخار ما. در خدمتیم جهت فراز امروز. باز هم آداب معاشرت و مرور امروز. انشاءالله. بریم تصویر اول برنامه امروز رو ببینیم. خب روش حفظ عبارات مثل همیشه خدمت شما بیننده های عزیز عرض میکنیم که در برنامه سعی میکنیم مفاهیمش رو متوجه بشیم، آیه و عبارت رو، و با تلاوت الگو اون رو میشنویم در منزل و به تعدادی که لازم هست اون رو تکرار میکنیم که انشالله اون فراز یا آیه قرآنی رو حفظ بشیم. خیلی عالی. بریم تصویر بعد رو ببینیم. سبک زندگی قرآنی، آداب معاشرت، موضوع به ما ربطی نداره. به ما ربطی نداره. خیلی چیزا هست که یه جاهایی واقعا به ما ربطی نداره. بریم تصویر بعد رو ببینیم. خب کماکان در آیه 12 سوره مبارکه حجرات هستیم. من از ابتدای آیه تا اونجایی که مد نظر هست تلاوت میکنم و انشاءالله توضیحاتی رو عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. خب بریم تصویر بعد رو ببینیم. این فرازهایی هست که بله در برنامه قبل بله عرض کردیم. بریم تصویر بعد رو ببینیم. فراز چهارم این آیه میفرماید ولا تجسسو. چقدر زیبا. تجسس نکنید. در کارهایی که واقعا به ما ربطی ندارد دخالت نکنیم. چقدر آیات قرآن، دین اسلام واقعا زیباست. همون تعادلی که بارها عرض کردیم. از طرفی مرتب قرآن کریم روایات ما سفارش میکنه که آقا از حال همدیگه بیخبر نباشید، به همدیگه کمک بکنید. از طرف دیگه میگه انقدر کمک هاتون نره دیگه به سمت اینکه از اون ور بوم بیفتید و در زندگی های همدیگه دخالت بکنید. ما در شهرهای بزرگ معمولاً حالا میتونیم بگیم به تعبیری کمتر ممکنه این دخالت هست، ولی انقدر از اونور بوم میفتیم که دیگه هیچ بعضن کمکی هم بعضن و بالعکس در شهرهای کوچکتر این کمک ممکنه خیلی زیاد باشه، ولی انقدر دیگه زیاده از اونور بوم میفتیم و احساس دخالت، بعضن احساس دخالت میشه. این تعادله باید برقرار بشه. ولا تجسسو. من میخوام در برنامه امروز از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که یک حقی، در واقع حقوقی که برای همسایه حضرت قائل هستن، و بعضی از اون فرازهاشو اگر اجازه بدید از روی فرازها خدمت شما بیننده عزیز عرض بکنم. ببینید یه بخشی از اون فرازهایی که حضرت امام سجاد می‌فرماید لا تستمع علیه من حیث لا یعلم. اون همسایت هر روز می‌بینیش، لازم نیست بری گوش وایسی. استراق سم، استراق سم نکن. اون جاهایی که اون خبر نداره نرو گوش وایسو. ممکنه هر زندگی ممکنه بالاخره بعضن با تلاطم مواجه بشه. ممکنه فرزندشو داره مثلا تنبیه میکنه یا بحثی با همسرش داره. شما لازم نیست اینجا گوش بدید. لازم نیست. حضرت میفرماد گوش نده. یعنی اختیارن کار کن این که این کار انجام. حریم شخصی، حریم شخصی رو رعایت بکن. من احترام بذارم. همونطور که از اون انتظار دارم به حریم دقیقاً شخصی ما احترام بذارم. حالا چقدر جالب. قبل از این عبارت حضرت میفرماد این کارا رو در مورد همسایت بکن. ببینید میخوام عرض بکنم بیننده عزیز. ببینید نقطه مقابل تجسس چیه؟ چقدر حضرات معصومین علیهم السلام رو این تاکید داشتن. میفرماید حفظه غائبا، در غیابش محافظش باش. بدیهاشو نگو. و کرامته شاهدا، وقتی میبینیش اون رو تکریم بکن. نصرته و معونته فی الحالین جمیعا،
در همه حال چه هست چه نیست کمکش بکن. آفرین. آفرین. نقطه مقابل تجسس رو داریم عرض می‌کنیم. که در مقابل او در پشت سر او را همراهی کن. لا تتبع له عورتن. بدیهاش رو نرو پیدا بکن. انقدر عیبجویی نکن. در جای دیگه در ادامه می‌فهمیم ولا تبحث له عن سوءه لتعرفا. نخواهی عیبی ازش پیدا بکنی به زور. بعد جالبه در ادامه میفرماید حتی اگر ناخواسته عیبی از اون دیدی شطور دیدی ندیدی، در درون خودت نگه دار. هر کس هم خواست به این نکته به این بدی همسایه تو پی ببره هرگز اون رو فاش نکن، حتی در موقعی که ازش ناراحتی عصبانی هستی. اتفاقا دقیقا در ادامه همین فراز هم میفرماید حتی اگر در مورد تو همسایت جهالتی به خرج داد تو اما رازدار باش، حلم داشته باش. آقا میدونی اینجا جای پارکینگ توه یا مثلا جای پارکینگ مهمان توه. حالا امشب یه مهمانی داشته بلد نبود اومده جای تو پارک کرده توی مثلا آپارتمان، بگذریم. و یه نکته ظریف دیگه هم عرض بکنم، ابتدای این آیه همونطور که شما بیننده‌های عزیز دیدید فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا. این یعنی اگر همسایه ما از دخالت کردن ما در امان بود بدانیم انسان مؤمنی هستیم، ولی اگر همسایه لحظه به لحظه میترسه که نکنه این صدای من رو بشنوه بره به فلانی زنگ بزنه بگه امروز دیگه با هم دعوا کردم، اینجا فاش بشه یا هر روز الو سلام مثلا حقوق شوهرتو چقدر، ما چی کار داریم واقعا؟ چرا باید در زندگی این امنیت و آرامش روانی اگر همسایه داشت؟ یا ایها الذین آمنوا بدانیم یکی از موارد ایمان در وجود ما درود بر شما هست. از خودمون آغاز کنیم، من کسی باشم که به حریم دیگران احترام میذارم و باعث ایجاد امنیت برای دیگران احسن. چه برای همسایه خودم، برای همکارم، برای دوستم، رفیقم، همسرم، دقیقا. فرزندم و هر آن کسی که در کنار ما هست. دکتر جان کلام پایانی شما؟ کلام پایانی همینطور که بارها عرض میکنیم قرآن کتاب زندگی هست و انس با قرآن هرگز سخت نیست و تمرین میکنیم برای یک رسم زندگی همراه با خوشبختی. متشکرم از دکتر جان و سپاس از انتخاب شما. خوشبخت همچنان ادامه.